سلام دوستان، سلام عزیزان، در خدمتون هستم برای فال روزانمون. با هم ببینیم چه انرژی هایی با شما عزیزان دل همراهی میکنه برای جمعه 11 فروردین. مثل همیشه خوش آمد میگم به دوستانی که تازه عضو کانال شدن. خیلی خیلی خوش آمدین و سپاس فراوان از شما دوست یاری که هستین در کنارم. دوستان لایک یادتون نره، یا لایک یادتون نره، خواهش میکنم. تنها به قولن راهی هست که شما میتونید به این کانال کمک کنین، راه دیگه نگاه کردن به این کانال کمک به این کانال هست. خب بریم ببینیم چه خبر هست در انرژی ها. اوکی، آبا بابا با. نه دست کارت دیگه نخواستیم بیفته واسمون. امروز کارتا مثل که دلشون پر است و میخوان حرف بزنن. خب ببینیم چه خبر هست. اوکی دوستان عزیزان دل حرف از عدالت میزنه، پس عدالتی داره وارد صحنه میشه. میزان شدن مسائل یا مسئولیت پذیری من یا مسئولیت پذیری دیگران در مقابل من، مسائل داره چی میشن، دارن درست میشن، موضوع میشن. عدالت کارتی هستش که دوستان حرف از مسائل اداری هم ممکنه بزنه، حرف از مسائل دادگاهی هم ممکنه بزنه. پس مسائل دارن درست میشن، مسائل دارن میزون میشن. در مورد عدالتی، در مورد خودم عادل خواهم شد یا اینکه عدالتی در حق من رعایت خواهد شد. در پشت کارت ها دوستان آقای محترم پاپ رو دارم که حضرت محترم پاپ حرف از به هر حال مهربانی، حرف از مسائلی معنوی و قدرتگیری و همچنین تعهد هست. خب ببین کارت دیگه بهمون چی میگن دوستان. کارت بعدی حرف از پنج آب میزنه، پس عدالتی رعایت میشه. در مورد مسئله ای هستش که شاید من دست به سر هستم. حرف از عزا ممکنه بزنه و حرف از این میزنه که شاید سخت باشه برای یک سری ها این مسئله، شاید حال من آنچنان که باید خوش نباشه، ولی بدونین که این مسئله‌ای که داره اتفاق میفته چیزی که در راه هست، عدالتی هست که وارد زندگی شما خواهد شد و مسائل رو میزان خواهد کرد. خب ببینیم کارت های دیگه چه خبر هستن. خب ببینیم کارت بعدی حرف از مسائل جنسی میزنه این یک طرف، و یک طرف دیگه میتونم این کارت رو بخونم، انگیزه. انگیزه مسئله‌ای که من براش، برای من بسیار مهم هست و به من انرژی میده. عدالتی رعایت میشه در مورد مسئله‌ای که شاید منو دست به سر گذاشته بوده و باعث میشه که من انگیزه بگیرم دوستان. اوکی اما بریم ببینیم کارت های دیگه. کارت بعدی حرف از درایت شما میزنه، حرف از این به قول معروف این هستش که شما مسائل به صورت واضح میبینید و مسائل به صورت واضح در میابید. اوکی بسیار زیبا دوستان کارت ها، هرچند که این کارت برای خود من یک مرتبه منو به هم ریخت چون یک معنای خاصی داره، ولی خب به هر حال زندگی این هست. خب بریم ببینیم چی خبر هست در کارت بعدی. و کارت بعدی کارت بسیار زیبا، یه چهارچوب بسیار مستحکم هست. اگر این پایین هستم به سمت این بالا میرم. پس عدالتی رعایت خواهد شد در مورد مسئله‌ای که حال من رو بد کرده. شروعی دوباره نازنین و با انرژی افتاده، عقل درایت افتاده دوستان، با عقل و درایت خودتون. این کارت ببینین کارتی هستش که به من میگه مسائل بر شما بسیار واضح هستن و برای این هست یک بار به خودم یا یک بار تلنگری به هم میخوره، و اینکه باز هم این کارت کارت عدالت هست دوستان. اوکی هم عقل و درایت هست و هم عدالتی هست، و این عدالت دو بار پس تکرار شده، پس مسئله ای داره میزون میشه در مورد مسئله ای که من رو دست به سر گذاشته بوده و اینکه به سمت یک چهارچوب بسیار مستحکم دارم. اوکی و ما ببینیم
کارت های بعدی چه خبر هستن. در سر شما چه میگذرد؟ در سر شما ببینید عزیزان دل، یک سریاتون بسیار انگیزه دارین در مورد مسئله. ببینید این کارت مسائل جنسی که افتاده بود، کارت انگیزه هم هست، همونجور که بهتون گفتم بخوام به سمت انرژی کامل دارم که به سمت یک مسئله برم، به سمت این برم که بخوام عدالتی رو در زندگیم رعایت کنم یا در حق دیگری بخوام رعایت کنم. فقط این کارت ببخشید کارتی هست که حرف از مکالمه هم میتونه بزنه. در سر این دارم که برم با شخصی مکالمه کنم، چهار تا حقیقتشو بگم توی صورتش. فقط انرژیش اینقدر زیاده که من همیشه میگم که مواظب این باشین که همه چیزو دور براتون آتیش نزنه. یک مقدار این انرژی زیاد رو باید کانالیزه کنیم و بر روش یک مهاری داشته باشیم. در مورد مسائل احساسیتون دوستان، در مورد مسائل احساسیتون صبر افتاده پشت به گذشته، رو به آینده و یک سریاتون به دنبال راه حلی هستید. در مورد مسائل احساسیتون دقیقا در زیر کارت احساسیتون، کارت بالا که بهتون گفتم کارت عزا و یا اینکه کارت مسئله هست که حال منو بد کرده، زخم روحی رها شدن، منو رها کردن، این براتون افتاده. و در پایین افتاده که باید مقداری صبر کرد، به سمت آینده نگاه کرد و به دنبال راه حل ها و موقعیتی باشیم که دست به عمل بزنیم. در مورد مسائل کاریتون دوستان، در مورد مسائل کاری شما، حالا یا اینکه انتخابات زیادی سر راهتون هست، یک سریاتون نمیخواین اشتباه کنین و از جانب دیگه یک سریاتون هم مقداری گم و گیج در مورد مسائل کاریتون هستین. در مورد مسائل مالیتون دوستان، برای شما شادی افتاده، بله شادی افتاده، بسیار زیبا، کارت خوب، کارت بسیار زیبایی هست. و برای مسائل چالش شما دوستان این هست که خودتون رو رها کنین، دل رو به دریا بزنین و اینکه به سمت جلو برین. چه چیزی کمکتون میکنه؟ چیزی که کمکتون میکنه این یا اعتماد به نفس شما هست یا قطب مذکری که در کنار شما هست و بسیار قوی هست و کمکتون میکنه. به هر حال میتونم بهتون بگم که اون اعتماد به نفس شما و به اجرا گذاشتن برنامه های زندگیتون. به چه سمت و سوی میرم عزیزان دل؟ به سمت و سوی آقای محترم پاپ، دیدین اون پشت بود و اومد، اوج میگیرین، به سمت یک قرارداد میرین، به سمت یک مسئله بسیار زیبایی معنوی میرین. هر کسی چیزی براش مهم هست و یک سریاتون هم به سمت شاید یک ازدواج داره میره. اوکی؟ و اما بریم ببینیم چه خبر هست در این کارت ها و همه رو براتون یه توضیح کوتاهی میدم. پس بر مسئله ای که در گذشته من حال منو بد کرده بوده دوستان، عدالتی دو بار تکرار شده که داره رعایت میشه و اینکه دارم انرژی کامل را به خودم میگیرم که بخوام یک چهارچوب مستحکم برسم و دارین میرسین دوستان. در سر شما این هست که انرژی بگیرین عزیزان دل، اینکه برین با شخصی بشینین مستقیم صحبت کنین. در سر شما این هست که به مسائل شتابی شاید بدین و این که دارم میبینم در مورد مسائل احساسیتون دوستان عزیز، منتظر موقعیتی هستین که دست به عمل بزنین، کاری انجام بدین یا شخص احساسی شما هست. در مورد مسائل کاری شما یه مقداری سردرگم هستین یا نمیخواین اشتباه کنین یا انتخابات زیادی سر راهتون هست. در مورد مسائل مالی براتون شادی افتاده، چالش شما این هست که خودتون رو رها کنین. و در پایین دارم میبینم که عزیزان دل، اینجا دارم میبینم که چیزی که کمکتون میکنه اعتماد به نفس شما و به اجرا گذاشتن برنامه هاتون هست. به چه سمت و سوی میریم عزیزان؟ توجه کنیم، به سمت قدرت گرفتن میریم و به سمت اوج میریم. اوکی؟ اوج میگیرم، قدرت میگیرم، به سمت یک تعهد میرم. بریم ببینیم که فرشتگان عشق چه پیام براتون دارن. اوکی؟ یکی بهتون میگه که تفاوت‌های مذهبی، فرهنگی، خانوادگی، یک سری از تفاوت‌هایی که به شما دست شما نیست ممکنه که باعث مشکل بشه توی رابطه‌تون. و کارت بعدی داره بهتون میگه که در مورد مسائل احساسیتون خوشبین باشین و مثبت فکر کنین تا اینکه بدونین که مثبت بودن و ایمان داشتن زندگی احساسیتون رو درست میکنه دوستان. خب عزیزان، نوبتی هم که باشه میرم نوبت کارت های قطب مؤنث و با هم دیگه ببینیم که
عزیزان قطب مؤنث در سر روح شما چه میگذرد؟ خب شخصی هست که درمان میکنه و اینکه میگه که من بر روی زخمهای دیگران کار میکنم و اینکه من خودم رو درمان میکنم و دیگران رو درمان میکنم. دقیقا دوستان، وقتی که ببینید یک سری از شما دوستان از من میپرسیم چگونه خودم رو رها کنم، من بهتون گفتم وقت خودتون رو پر کنیم. یه وقتایی هست میگیم نمیدونم چجوری وقت خودم پر کنم، زنگ بزنید به دوستاتون ببینید، بخوام به فک و فامیل ببینید چه خبر هست، چجوری میتونید کمکشون کنید. وقتی من به دیگران کمک کنم، حتی برم خونهشون رو جارو کنم مثلا، بهتون میگم باعث میشه که من خودم رو درمان کنم و دیگران رو هم کمک کنم، میدونید. خب و اما بریم ببینیم که کارتای بعدی چه خبر هست. و یه سریاتون هم ممکنه که در زمینه انرژی باشین یا اینکه در زمینه به قول معروف پزشکی. حالا کارت بعدی حرف از راهنمایی میزنه و اینکه میگه که من احساس میکنم که راهنمایی شده هستم توسط کائنات و من به خودم اعتماد دارم. کارت بعدی حرف از مسئولیت میزنه، میگه که تو منو مسئول کردی و اینکه من نمیدونم چگونه از اون خارج بشم. کارت بعدی حرف از این میزنه که بسیار به شغلتون وابستگی دارین و اینکه میگه که من دوست دارم که بر روی شغلم متمرکز باشم و سرمایه گذاری کنم و اینکه من میخوام که تو با آخر اون پروژه‌ام برم. بسیار خوب دوستان، ببینید دوستان، عزیزانی هستن که به هر حال با اینکه دارین روی خودتون کار میکنین، از اینکه شاید یک سریاتون از شخص احساسیتون آنچنان پیامی ندارین، شخصی شما رو مسدود کرده، بسیار ناراحت هستین. ولی خب خبر خوش این هست که سه تا کارت خوب اومده براتون. اوکی؟ اما برم ببینم که کارتای بعدی چه خبر هست. قطب مذکر، یکی میگه که منفی و اینکه میگه که من فکر میکنم هرگز این مسئله انجام نخواهد شد و اینکه من دیگه ایمان ندارم. اوکی، کارت بعدی دوستان کارتی هستش که میگه که من توسط کائنات راهنمایی شده هستم و من به خودم ایمان دارم. کارت بعدی کارتی هست که میگه که ببین سیبیل دار شد بچه‌مون، میگه که من میدونم که اون شخصی که میخوام تو هستی و اینکه من بزرگ شدم و اینکه من دیگه اون شخص قبلی نیستم. اوکی؟ خب ببینیم کارت بعدی کارت قربانی هست و اینکه میگه که من خودم و تو رو قربانی این شرایط میکنم، نمیدونم چجوری میتونم کار دیگه انجام بدم. بله کارهای دیگه هست، وجود داره. خب پس این به قول معروف اینکه من به بلوغ رسیدم و نمیدونم من به کائنات اعتماد دارم بخوره اون فرق سر محترمش. به خاطری که چی؟ به خاطری که اولا که از یک طرف میخواد مخ شما رو به کار بگیره یا مخ خودش رو خود به خودش دروغ بگه، نه من دیگه بزرگ شدم، من به کائنات اعتماد دارم، ولی خب من نه تنها خودم و تو رو هم قربانی میکنم. کاملا قطب مذکر هست. و ما بریم ببینیم که عزیزانی که در جدایی به سر میبرن چه خبر است؟ خب هفته های آینده خوب آسان نخواهند بود. هیچ کس نمیتونه ما رو از هم جدا کنه و من قصد اینو دارم که بیام از خودم خبر بدم تا اینکه تو رو اینقدر در انتظار نذارم و در مقابل این مسئله، این انتخاب، من ترجیح میدم که خودم رو کنار بکشم تا مسائل برای من روشن بشه. و شخصی هستش که در حال حاضر آنچنان آمادگی اومده رو نداره با اینکه دلش میخواد بیاد و از خودش خبری بده. و اما نوبتی هم که باشه بریم ببینیم که فرشتگان مقرب چه پیامی برای شما دوستان عزیزان دارن. اینو من برمیدارم اینو جمع میکنم.
تقسیم کردن بسیار مهم هست یا سخاوتمندی بسیار مهم هست. من دعوتت میکنم به سخاوتمندی. آماری از آنچه را که در دست داری، پول، هر چیز، مادیات داری، زمان و دانشخات بگیر، به لحظه از زندگیت رسیدی که تو باید از به نوبت خودت سخاوتمند باشی. نگران نباش، من از تو مراقبت میکنم و مواظب این هستم از آنچه را که تو به دیگران میدی. من دوست دارم کمکت کنم و اینکه تو دوربر خودت خوبی بیافرینی. بسیار زیبا. پس حرف از سخاوتمندی میزنه. سخاوتمندی حتما دادن مادیات نیست. سخاوتمندی به قول معروف همدردی همدلی هست با دیگران. کارت بعدی ببینیم چه خبر هست. دوستان عزیزان از دست رفته. کارت حرف از این میزنن که به تو میگه دوستت دارم. زندگی من بر روی زمین پر از فراز و نشیب بود. لحظات خوب بود و لحظات تلخ، ولی بالای همه این چیزها تو بودی. راه من و تو با هم برای من بسیار ارزنده بود و میخواستم بهت بگم فقط دوستت دارم. بسیار زیبا دوستان. و یک کارتم از جادوگران بکشم و قبل از اون روح همه عزیزان از دست رفته در شادی و آرامش باشه. ببین حرف از قدرت و انعطاف وزیر میزنه. جادوگری هست که در باد ایستاده و ببینین این شخص باد میوزد و این ایستاده. منظور این هستش که در مقابل مشکلاتی که زندگی سر راهتون قرار میگیره باید انعطاف وزیری داشته باشیم. باید اون قدرت رو داشته باشیم که بتونم بر این باد من مسلط بشم. عزیزان دل، من کارت های جادوگران از شاکرای زمینی، شاکرای تکیگاه بسیار صحبت میکنه و این یکی از این هست. دقیقا ضرب المثل ایرانی که ما داریم بیدی نیستی که به این بادها بلرزی، دقیقا هم تفسیری از این کارت هست و هم تفسیری از شاکرای زمینی هست. به هر حال همه ما انسان هستیم، نقاط ضعفمون رو داریم. یک سری از مسائل بیشتر از مسائل دیگه قلب ما رو به درد میارن، ولی وقتی که ما شاکرای بسیار مستحکمی داشته باشه، ممکنه که مثل کشتی که حرکت کنه یه مقداری با موج حرکت کنیم، ولی سری و سر سر جامو میسیم. چرا؟ چون لنگر انداختم. لنگر باعث میشه که من نه این ور اون ور نرم. خب دوستان عزیزان، این فال شما بود. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. من روی ماهتون رو میبوسم، بهتون میگم روز روزگار خوش و تا فال دیگه. خدا نگهدار.